یعنی شما در پارسال که فقط نگاه کنید در امریکا 7 میلیون تصادف فقط به خاطر مشروب خوردن بوده. 7 میلیون تصادف. بله. و بزرگترین مقدار گروه هم 21 ساله. چرا؟ به خاطر اینکه 21 ساله درست مرز شروعه. البته شروع امریکا که ماشاءالله 15 سال است، ولی مرز اینه که میتونن بلندشن برن کلابای مختلف. ممکنه حالا مثلا 15 سال قبل یواشکی که تو خونه خوردن یا بین دوستاشون تو خونه خوردن، ولی خب 21 سالگی به خاطر اینه که مرز قانونی که میتونن توی کلوب ها و جاهای مختلف دیسکوتک ها مشروب بخورن دیگه، اینا بیرون هستن مشروب میخورن و سوار ماشین میشن و بالاترین مقدار داره تصادف رو به وجود آورده و به خاطر همین هم این گروه بلند شدن و قوانین بسیار بسیار مشکلی رو درست کردن و هر روز توی امریکا قوانینش واقعا داره مشکل تر میشه. ولی میگم یاد این میفتم که اشخاص بیشتر نگران بوی دهنشون بودن که نکنه پلیس متوجه بشه، تا اینی که متوجه بشن که واقعا قبح این مسئله چیه، چقدر این مسئله مهمه. و بعد میگفتن اوکی، حالا ما به خاطر اینی که مشروب بو میده کسی نفهمه، پس مواد مخدر استفاده میکنیم. و حواسشون نیست بابا، مغز شماست که قراره ماشین رو برونه. وقتی که یک چیزی رو دارین استفاده میکنین، یک ماده رو دارین استفاده میکنین که مغز شما رو یک کمی داره از حالت طبیعی به کنار میبره، خب پس قاعدتا مدلی که دارین رانندگی میکنین هم درست نخواهد بود، چون همون مغز رو دارین استفاده میکنین که خود شما دارین کاری میکنین که دیگه از کار افتاده باشه. خب آخه این مسئله که شما دارین میفرمایید در مورد تو ایران بود دیگه، درسته؟ بیشتر میگین تو ایران این مسئله. نه، موضوع خیار خوردن. خب میگفتن خیار بخورید، یعنی که مواد، حالا مشروبم نخورین، مواد استفاده کنین. مواد بخورین که وقتی که میرین فکر میکردن که مثلا طرف که باشون صحبت بکنه حداقل بویی نداره. خب خاطر اینکه به هر حال پلیس اونجا به خاطر مسئله مذهبی بیشتر جلوگیری داره میکنه تا مسئله امنیتی. بله، و به هر صورت پیامدش خیلی زیاده. اینجا هم پیامدش زیاده اگر پلیس حتی به خاطر امنیتی بگیره. و حالا اینجا خانم ها دست به یکی کردند، آمدند و مادرها. نه فقط مادرها. خانم ها، بله، مادران شروع کردن این داستان رو. و دیروز هم باز دوباره دو تا خانم که احتمالاً هر دو تاشون هم احتمالاً مادر هستن، اومدن دست به هم گذاشتن و با هم دیگه در کنار آقای کامران یدیدی دیروز در حقیقت دو تا وکیلا رو انداختن. خب پس انقدر زن و مرد شب نداد که دو تا از وکلای بسیار بسیار برجسته لس آنجلس، خانم دکتر آلاله کامران و جناب دکتر کامران یدیدی، که مخصوصا به خاطر مسائل جنایی و قضایی داشتن نگاه میکردن، به خاطر اینکه اونا صبح تا شب با این مسئله سر و کار دارن. بله. و به خاطر اینکه جامعه ایرانی و فرزندان ما یواش یواش دارن بزرگ میشن و حسابی دارن خودشونو تو دردسر میندازن، میخواستن که این مباحث رو باز بکنن و خب از منم دعوت کردن که در کنارشون باشم که از دیدگاه یه مقدار زیادی فضای نوروساینس و روانشناسی راجع به این مسئله صحبت کنیم. خب من میدونم که خیلی از شما عزیزان که به هر حال امکانی رو نداشتید، در لس آنجلس نبودید، و چقدر جالبه خانم دکتر براتون بگم که اونهایی که توی لس آنجلس نیستن، برای ذره ذره اتفاقات ایرانی که در اینجا پیش میاد دلشون پر میکشه. ولی متاسفانه از اونجایی که وقتی ما خودمون یه امکاناتی رو داریم قدرش رو نمیدونیم، بعضیا قدر نشناسن دیگه. برای همین قدرش رو وقتی نمیدونیم اونجاست که خب توی لس آنجلس خیلی ایرانی زیاد داریم ما. بله. آمار 700-800 هزار تا به بالا میگن، ولی حالی منتظر 2010 سنسس هستیم که پاسخش بیاد ببینیم. بله. چند نفر. بله. ولی متاسفانه خبرهایی که آدم از این ور اونور میشنوه که چقدر متاسف میشه که باز هم با این همه تبلیغات مثبتی که صورت گرفته، که این تبلیغات آگاهی رسانی بوده، خواستن اطلاعات مردم بالا بره که بدونند که چقدر شرکت کردن در سرشماری امریکا تأثیر داره، باز هم من شاهد این موارد بودم که این ور اونور کسانی هنوز مخفی کردن ایرانی بودنشون. البته فقط مسئله ایرانیان نبود، تو این صحبتی که میفرمایید میگفتن کلن با برای همه جوامع در لس آنجلس کم بوده، یعنی مقدار انسان هایی که میدونن اینجا هستن و دموگرافی که وجود داره به هر صورت
هر دلیلی گروه لس آنجلسی، نه فقط ایرانیانش بلکه حتی از ممالک دیگه، اقلیت‌های دیگه و حتی آمریکایی‌هام کم این کار رو انجام دادن نسبت به ایالات دیگه. و به هر شکل برای همین که میدونم شما در جاهای دیگه که هستید و این برنامه رو نگاه میکنید و نتونستید دیروز از این فرصت استفاده کنید، خواستم از خانم دکتر که بریم سراغ این موضوع حتما. چون شما سخنرانی بسیار خوبی داشتین، تأثیر خیلی خوبی گذاشته بود و من میدیدم که جوانهایی که داشتن نشسته بودند مشغول بودند و در این بین دیدم که دارن این تلفنشون رو که گرفتند و دارن تکس میکنن و اینها، صحبت های شما همجور جلو میرفت، بعد کم کم هی گوش میدادن تلفن رو میذاشتن کنار رو دیگه رفته بودن همینجوری تو بحر صحبت‌های شما. چون ما داشتیم با چهره و با صورت‌ها سر و کار داشتیم، این مسئله رو زیاد دیدم. همزمان برای من تکس هم اومد البته از همون جوونا. خب خیلی خوشحال میشیم که یه خلاصه از مطالب دیروز رو برای دوستان بفرمایید. حتما. خیلی از مواقع ما صحبتمون این نیستش که آیا شما مست هستید یا اگه مواد مخدر استفاده کردید واقعا های هستید که آیا نشستید یا نه. اون رو ترکیبش رو اونقدر خود شما و کسی که داره استفاده میکنه نمیدونه. بیشتر از هر مسئله این گفتار بودش که احتیاجی نیست شما حتی یک لیوان مشروب بخورید، حتی یک بست تریاک بکشید یا علف بکشید، مارجوانا بکشید یا هر چیزی. به هر صورت بهتره که پای توی یک ماشین نشینید و رانندگی در حقیقت نکنید و احساس مسئولیت این مسئله رو داشته باشید. یعنی سمینار به خاطر مسائل قانونی و احساسی و چه چیزی برای سلامت شما مهمه تا اینکه بگید مشروب بخورید یا مواد مخدر نکشید. جاودان پروڈکشنز تقدیم می کند. با جاودان همیشه جاودان بمانید. برای سفارش آگهی و اسپانسر شدن این برنامه لطفاً همکنون با شماره تلفن 818-357-6797 تماس بگیرید. اگر به دنبال شغل نیمه وقت هستید، از هر کجای دنیا از این موقعیت استثنایی استفاده کنید. با جاودان پروڈکشنز تماس بگیرید و یا به روی سایت تلویزیون اینترنتی جاودان رفته و ببینید کدام یک از شغل‌های موجود در این کمپانی مورد علاقه تان هست. تلویزیون اینترنتی جاودان، javedantv.com. شاخص قدرت اطلاعات است. امروزه همه کمپانی‌ها برای معرفی خود از وبسایت‌ها استفاده می‌کنند. برای طراحی وبسایت خود با کیفیت بالا و قدرت پرداخت برای همه با جاودان پروداکشن تماس بگیریم. در ضمن اگر می‌خواهید از سرویس SEO استفاده کنید، یعنی نام کمپانی شما در سرچ انجین‌ها در صفحه اول نمایان بشه، ما می‌تونیم این مهمو به نحو احسن براتون انجام بدیم. جاودان پروداکشنز تولید کننده اثری جاودانه برای شما. گرافیک دیزاین، وب دیولپینگ و SEO با جاودان پروداکشن. جاودان تیوی به روی اینترنت، javedantv.com. تمام تحقیقات نشون داده که مغز و بدن خیلی خیلی قبل از اینی که اون مورد خود چی میگن نمره قانونی که در حقیقت وجود داره که توی امریکا حداقل 0.08 هست، blood alcohol concentration، یعنی مقداری که الکل در خون هست هستش. بله. رو نگاه میکنن. در حقیقت در این شرایط ما نگاه میکنیم قبل از اینی که، خیلی قبل از اینی که به اونجا برسه، مغز و قدرت عضلات و قدرت توجه کمتر شده. به خاطر همین هستش که می‌خواستیم که اکثر اشخاص نگاه بکنن و سری گفتارهایی رو که داشتیم و عکسهایی که داشتیم رو ببینن. حالا عکس‌ها هم در خدمت شما بعداً خواهیم گذاشت. خیلی از تحقیقات نشون داده که وقتی که الکل خون به 0.8 میرسه، معمولا آمار تصادف 11 برابره تا کسی که این مشروب نخورده اصلا.